چطور صدا و تصویرمون رو از این حالت تبدیلش بکنیم به این کیفیت؟ سلام، اگر بر روی پلتفرم‌های مختلف در سوشال مدیا تولید محتوا می‌کنید، داشتن کیفیت خوب صدا و تصویر در کنار کانتنت و موضوع ویدیوتون یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین موارد در موفقیت ویدیو شماست. امروز تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم که چطور تنها با چند تا کلیک ساده می‌تونید کیفیت صدا و تصویر ویدیوتون رو به یک سطح استاندارد و حرفه‌ای برسونید. پس اگر می‌خوای این موارد رو بدونی، در ادامه این ویدیو با من همراه باش. من امیر مصلحت هستم و به کانال لاکس ایدیاز خیلی خیلی خوش اومدین. برای بالا بردن کیفیت صدا و تصویر ویدیومون یکی از بهترین نرم افزارهایی که میتونیم استفاده کنیم ادوبی پریمیر هست که من هم از همون استفاده میکنم. تو این ویدیو من چند تا میکروفون خوبم براتون معرفی میکنم که اگر قصد خرید میکروفون هم داشته باشید بتونید که از کدوم استفاده بکنید. خب من قبلا دو تا فایل رو وارد محیط پریمیر هم کردم. خب همونطور که میبینید ویدیوهای مربوط به خودم هست. این فایلی هستش که من برای تست ازش استفاده کردم، توی کانال تلگرامم گذاشتم، لینکشو میذارم در قسمت دیسکریپشن، از اونجا میتونید بردارید و روی همین فایل هم تمرین بکنید و نویز صداتون رو بگیرید. اما برای اینکه بخوایم نویز صدا رو بگیریم، کاری که باید بکنید میام قسمت افکت و اینجا افکت دی نویز رو ما اضافه میکنیم. به محض اینکه این رو من روی لایه صدام رها بکنم، تنظیماتش در قسمت افکت کنترل در این قسمت ظاهر میشه. اینو رها میکنم و افکت دینویز اینجا اضافه شد. ادیت رو میزنیم و این تنظیمات اینجا میادش. همونطور که میبینید این قرمز، رنگهای قرمز نویز هایی هست که گرفته شده و رنگهای آبی صدای من هستش. عدد روی 40 هستش. ما میتونیم این رو بیشتر هم بکنیمش، مثلا 58 59 60 اینا میتونیم بذارید. بعد این عدد رو ببرید بالاتر اگر میخواید کیفیتش بیشتر بشه و نویز صدای بیشتری رو بگیره. اما دقت بکنید که زیاد این عدد رو بالا نبرید، صداتون رو رباتیک میکنه و از اون حالت طبیعی خودش خارج میکنه. من روی 58 میذارم. اما افکت بعدی که خیلی کمک میکنه و خیلی کاربردی کیفیت صداتون رو فوق العاده میکنه، افکت پارامتریک اکولایزر هستش. این افکت هست، من این رو درگ اند دراپ میکنم روی لایه صدام. به محض اینکه رها بکنم مجددا تنظیمات اینجا اضافه میشه. همونطور که میبینید این افکت هم اینجا اضافه شده. روی گزینه ادیت اینجا کلیک میکنیم، این پنجره جدید برای ما باز میشه. برای اینکه بخواید با کمک این افکت کیفیت صداتون رو بالا ببرید، کار زیاد سختی رو ندارید. روی این قسمت پریست این بالا هستش، روی حالت دیفالت هستش، روش کلیک میکنید و یک سری اعداد رو براتون میاره. روی گزینه وکال انهانسر کلیک میکنیم و به این صورت به همین راحتی کار رو در میاره و این رو میبندیم. الان کیفیت صدای ما تا حد خیلی زیادی بالا رفته و نویزای صدا و محیط اطرافمون رو خیلی گرفته و این کار رو انجام بدید خیلی تاثیر داره و کیفیت صداتون رو فوق‌العاده میکنه. خب اما یه کار دیگه هم مونده و اون نرمالایز کردن کیفیت صدامون هستش. روی لایه صدامون کلیک راست میکنیم، میریم روی قسمت آودیو گین، این قسمت روش کلیک میکنیم، این پنجره باز میشه. روی گزینه نرمالایز کلیک میکنید و این رو روی منفی 2 دسیبل قرار میدیم و اوکی رو میزنیم. به همین راحتی کاره تنظیم صدای ما تا اینجای کار انجام شده. صدامون رو نرمالایز کردیم، نویزهای خیلی زیادی ازش گرفتیم و واقعا الان این کارا رو شما رو ویدیوتون انجام بدید و با ویدیوی خام خودش اگر مقایسه بکنید میبینید که چه تغییر زیادی کرده صداتون و چقدر کیفیت ویدیوتون خوب شده. خوب بودن کیفیت صدا خیلی مهمه توی جذب مخاطب، حتما این کارها رو انجام بدید. اما یه کار دیگه هم هستش من بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدید و اون این هستش که من روی قسمت آودیو میکسر، آودیو کلیپ میکسر، این پنجره برامون باز میشه. اگر این رو ندارید اینجا هستش، میاد قسمت ویندو و اینجا فقط باید تیکش رو فعال بکنید. این گزینه از آودیو کلیپ میکسر و تیکش رو فعال میکنید براتون اضافه میشه. بچه من تو قسمت اول آموزش پریمیر لینکش رو براتون در قسمت دیسکریپشن میذارم، توضیحات کامل رو در این رابطه دادم. اگر اطلاعاتتون در رابطه با پریمیر زیاد نیست، اون ویدیو خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، حتما ببینینش. خب حالا اینجا من بچه دقت بکنید، یه خطی اینجا هستش، میبینید این خط رو، این خط در واقع ولوم و صدای ویدیو شما هستش که در چه سطحی باشه. این معمولا مخصوصا اگر برای سوشال مدیا میخواید استفاده بکنید، از این طریق میتونید صداتون رو ولومش رو بالاتر ببرید. بچه دقت بکنید، من روی این کلیک میکنم، این مربوط به این لایه صدای من هست. الان میبینید روی 0 هستش، من این رو مثلا میذارم روی 8. این خط رو دقت بکنید، من به محض اینکه این رو کلیک بکنم که به 8 تبدیل بشه، این خط رو دقت بکنید،
همونطور که میبینید اومد بالاتر قرار گرفت. پس دقت بکنید حتما بعد از گرفتن نویز صداتون ولومش رو هم باید بالاتر ببرید. خب قبل از اینکه بخوام کیفیت تصویر رو هم ببینیم که چقدر راحت با کمک هوش مصنوعی مخصوصا میتونید انجام بدید، من چند تا میکروفونم بهتون نشون بدم که اگر قصد خرید هم داشته باشید میکروفونایی هستش که با قیمت مناسب میتونید اونها رو هم تهیه بکنید. خب همونطور که میبینید من وارد سایت دیجیکالا شدم و اینجا میکروفون های خیلی زیادی هست با قیمت های مختلف و شما میتونید خیلی راحت تهیه بکنید. حتما اگر برای پلتفرم های مختلف سوشال مدیا میخواید فعالیت کنید حتما از میکروفون استفاده بکنید. همونطور که میبینید میکروفون های مختلف با قیمت های مختلف وجود داره. یکی از میکروفون های خیلی خوب که شما میتونید ازش استفاده کنید بایو ام وان هستش. همونطور که میبینید 750 هزار تومان هم قیمتش هستش. یه میکروفون سیمی یقه‌ای هستش که کیفیت صدای خیلی خوبی رو داره، یعنی تو این رنج قیمت واقعا کوالیتی کارش خیلی بالاست، کیفیت کارش بالاست و میتونه خیلی تو بهتر شدن کیفیت صدای ویدیوتون به شما کمک بکنه. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواید زیاد هزینه نکنید با 750 تومن میتونید یک میکروفون خیلی خوب برای ویدیوهاتون بگیرید. یه مدل هم جدید داده که همین بایو ام وان هستش که مدل جدیدش وایرلس هستش، اگر خواستید اون هم هستش، یه مقداری احتمالاً گرانتر هست. این دیجیکالا اون رو هم میفروشه و میتونید از اون هم استفاده کنید. حالا چیزهای مختلف دیگه هم هستش که تو این رنج قیمت فکر میکنم هم قیمت مناسبی داره و هم کیفیت خوبی رو داره. اما اگر میخواید یک کمی بیشتر هزینه بکنید من بهتون پیشنهاد میکنم از میکروفون های رود، همین میکروفونی که من دارم استفاده میکنم استفاده بکنید. 14 میلیون و 200 هزار تومان تقریبا قیمتش هستش. از سایت دیجیکالا میتونید تهیه کنید یا هر جای دیگه که خودتون فکر میکنید و بهتر هست. میکروفون های دیگه هم هستش با قیمت مثلا حدودا 8 میلیون تومان و من این رو زیاد بهتون پیشنهاد نمیکنم. حتی مدل یکش هم هستش، این گوتو هستش، مدل رود یک هم هستش، ارزان‌تر است، با 11 میلیون تقریبا میتونید اون رو تهیه بکنید. من بهتون پیشنهاد میکنم حد وسط این دوتا رو تهیه نکنید. اگر میخواید یک میکروفون وایرلس خوب داشته باشید، این میکروفون رود عالی هستش و میتونه خیلی به کیفیت صدای ویدیوتون کمک بکنه. ولی اگر میخواید کمتر از این هزینه بکنید، این بایو ام وان میکروفون خوبی هستش دیگه. اون حد وسط دیگه تفاوت زیادی تو کیفیت کار شما نداره و بیشتر میتونم بگم که هزینه اضافه پرداخت کردید. خب برگردیم داخل پریمیر و ببینیم تصویرمون رو چطور میتونیم کیفیتش رو بهتر کنه. من یه ویدیو دیگه از خودم اینجا گذاشتم. من میخوام رنگ این ویدیو رو تغییر بدم و تنظیم بکنم و خیلی سریع هم میخوام این کارو بکنم چون ویدیو تصویر خوبی داره، میخوام یه مقداری بهتر بشه. برای این کار میریم قسمت لومتری کالر. بچه دقت بکنید اگر این رو هم ندارید خیلی راحت از این قسمت ویندو باید اینجا هستش تیکش رو فعال بکنید براتون میاد. خب میایم قسمت لومتری کالر، این قسمت بیسیک کارکشن. اینجا یه گزینه داریم به نام اوتو، روی اوتو کلیک میکنیم و خودش به صورت اتوماتیک همونطور که دیدید نور تصویر رنگ تصویر رو تغییر داد و این تغییرات رو اعمال کرد. من کنترل زد رو میزنم و یک بار دیگه از اوتو استفاده میکنم. دقت کنید رنگ رو خودش به صورت اتوماتیک تنظیم میکنه. این هم یه کار سریع هستش که خیلی خوب میتونه بهتون کمک بکنه که سریعتر کارتون رو پیش ببرید. اما یکی دیگه از کارهای خیلی مهمی که میتونید انجام بدید، مخصوصا اگر با موبایل های آیفون فیلم برداری میکنید، معمولا اگر از آیفون استفاده بکنید یک حاله نور سفید مثل این چیزی که میبینید روی تصویر میاد و بعد این رو اصلاح بکنید. چطور اون رو ما میتونیم برطرف بکنیم؟ بیا قسمت پروژه روی فوتیجمون کلیک راست میکنیم، میام گزینه مودیفای و اینترپرت فوتیج رو روش کلیک میکنیم، این پنجره برامون باز میشه. میام قسمت کالر و اینجا روی گزینه دوم اوورراید مدیا کالر اسپیس کلیک میکنیم و این گزینه رو به رک 2020 تغییر میدیم. اوکی رو میزنیم و تصویر ما کیفیتش تغییر میکنه و باید خیلی بهتر بشه. اگر احیانا تغییر نکرد و باز هم اون حدی که باید میشد نشد، باید برگردید قسمت لومتری کالر و با استفاده از هایلایت و شادو این رو کم و زیاد بکنید و به اون کیفیت مطلوب خودتون برسید. اینو کنترل زد میزنم برمیگردیم. خب یک مورد دیگه است که خیلی به حرفه‌ای تر شدن و استاندارد کارتون کمک میکنه، زمانی هستش که شما یک موزیک رو میخواید به عنوان بک‌گراند ازش استفاده بکنید. خب من یه لایه صدا آوردم، موزیک آوردم، این رو میارم داخل یکم کوچیکش بکنم که حالا از این قسمت که صدا بالاتر هست باشه.
حالا تا همین قدم باشه بسته. خب حالا من میخوام جایی که من دارم صحبت میکنم گوینده داره صحبت میکنه صدا پایین باشه، صدای بک‌گراند، و جایی که سکوت هست این موزیک خودش اتوماتیک بالا بره. ما دو تا روش داریم. روش اول این هستش که میم در قسمت لایه صدامون اینجا ما اگر دکمه کنترل رو نگه داریم، دقت بکنید شکل مستمن تغییر میکنه، ما میتونیم اینجوری کی فریم بسازیم و این کی فریم رو بالا ببریم یا برعکس پایین بیاریم. نتیجهش میشه زیادش بکنم، نتیجهش میشه اینکه اینجا صدا کم هست یه دفعه بالا میره. زیاد کار حرفه‌ای نیستش. من کنترل زد رو میزنم، یه روش خیلی خوب و راحت بهتون آموزش میدم. الان همونطور که میبینید این قسمت صدا من سکوت کردم، فایل صدای ما صدایی توش نیستش. خب برای اینکه این کار رو بخوام به صورت اتوماتیک انجام بدم روی لایه موزیکم کلیک میکنم. این پنجره اسنشیال ساند هم هستش، یه گزینه دارم به نام داکینگ، روی این کلیک میکنم و این تنظیمات برای من ظاهر میشه. روی گزینه جنریت کی فریمز کلیک میکنم، به صورت اتوماتیک خودش کی فریم ها رو میسازه. حالا من پلی میکنم، دقت کنید. دوباره کم میشه صدا اینجا. با این روش هم خیلی راحت میتونید کارتون رو انجام بدید و موزیک پس زمینتون رو با صدای خودتون تنظیم بکنید. خب یه روش دیگه هم هست برای بالا بردن کیفیت صداتون، خیلی بهتون کمک میکنه. من این رو خیلی سریع براتون بگم. خب من یه لایه جدیدم رو دوباره میارم، این قسمت اولش که حالا زیاد نیستش، من این رو حذفش میکنم. خب مثلا به عنوان مثال من این از اینجا هم حذفش کنم. به عنوان مثال ما این فایل صدا رو داریم، یه مقداری بزرگتر از فایل تصویرمون هستش، ما میتونیم کاتش بکنیم و اندازه فایل تصویرمون بکنیم. اما یک روشی هستش که ما با کمک شورتکات R یا ریمیکس، من دکمه R رو میزنم، دقت بکنید به موس من، من با این شورتکات الان میتونم خیلی راحت فایل صدام رو کوچیک بکنم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این فایل صدا رو که من کوچیک کردم پاک نشون، موزیک من رو ریمیکس میکنه، یعنی بخشی رو از دست نمیدیم، این رو ریمیکس میکنه، زمانش رو کم میکنه و همون اندازه میشه که ما میخواییم داشته باشیم. خب دو تا مورد دیگر رو خیلی سریع من بهش اشاره میکنم که فکر میکنم موقع تنظیم صدا و تصویر بهش شاید احتیاج داشته باشید. یکی اینکه اگر خواستید از لایه ویدیوتون کپی بگیرید، روی لایه‌تون کلیک میکنید، دکمه Alt رو نگه میدارید و درگ اند دراپ میکنید بالا و خیلی راحت دوپلیکیت ازش میگیرید. این رو من کنترل زد رو میزنم. و دوم اینکه اگر بخواید فیلمتون رو برعکس بکنید، از شورتکات کنترل R استفاده میکنید و این پنجره براتون باز میشه. فقط کافیه روی ریورس اسپید کلیک بکنید و اوکی رو بزنید، تصویرتون به طور کامل برعکس میشه. پس این دوتا مورد و نکته هم داشته باشید که خیلی میتونه موقع تدوین بهتون کمک بکنه. خب با رعایت این موارد به راحتی کیفیت صدا و تصویرتون رو میتونید به یک سطح بالا و استاندارد برسونید. اما اگر بر روی پلتفرم یوتیوب تولید محتوا میکنید و هنوز کانالتون مونتایز نشده و دارید تلاش میکنید که به اون 1000 سابسکرایبر اول و 4000 ساعت واچ تایم برسید، اخیرا کامنت های زیادی رو گرفتم که بچه ها سوال کردن که واچ تایم کانالشون داره کم میشه. من در این ویدیو به طور کامل در این رابطه توضیح دادم. با تماشای این ویدیو میتونید به اطلاعات مورد نیازتون در اون رابطه هم برسید. خیلی ممنونم از شما.